این سیاره شگفت‌انگیز ارباب حلقه‌ها زحل یا همان کیوان است. ششمین سیاره منظومه شمسی ما که در فاصله ای بیش از 1,400,000,000 کیلومتری از خورشید قرار گرفته، چیزی در حدود 9.5 برابر دورتر از فاصله زمین تا خورشید. زحل آنقدر دور است که هر بار گردشش به دور این ستاره حدود 29 سال زمینی طول می‌کشد. طی سالیان گذشته با شروع عصر فضا، ده‌ها کاوشگران را مورد بررسی قرار دادند و برخی نیز همچون کاسینی و وایجر به نزدیکی آن رفتند. هابل نیز تصاویر خارق‌العاده‌ای از آن را ثبت کرده که همه اینها باعث افزایش دانش و آگاهی ما از این سیاره مرموز شد. اما اکنون در سال 2023 میلادی، شاهکار بشر با نام تلسکوپ فضایی جیمز وب اسرار بیشتری را از آن فاش می کند. حالا وب با تصویر برداری در طول موج فروسرخ می تواند جزئیات متفاوتی را از سراسر کیهان برای من آشکار کند. این تلسکوپ با انجام چندین نوردهی عمیق منظره خارق‌العاده را از این سیاره به نمایش گذاشت. برای نخستین بار است که زحل در طیف فروسرخ در طول موج خاص 3.23 میکرون دیده می شود و اکنون همه چیز عجیب می شود. در اینجا قرص سیاره تیره به نظر می رسد. احتمالاً دلیل آن وجود گاز متان فراوانی است که در اتمسفر سیاره وجود دارد، چرا که متان تقریباً تمام نوری که از خورشید به زحل می رسد را جذب می کند. با این حال حلقه های یخیش به زیبایی تمام می درخشند. نزدیکترین حلقه به زحل به نام سی اندکی تیره به نظر می رسد. سپس حلقه بی روشنتر، پس از آن شکاف کاسینی، سپس حلقه ای و در نهایت حلقه اف به عنوان دورترین رینگ از سطح زحل دیده می شوند. در سمت چپ تصویر سه قمر اسرارآمیز زحل نیز به ترتیب از بالا به پایین، دیون، انسلادوس و تتیس مشاهده می شوند. اما این شاهکار وب چیزهای دیگری را هم برای من دارد. مثلا با کمی دقت بیشتر هر متوجه بخش تیره تری در نیمکره شمالی سیاره می شوید که هنوز هم برای ما ناشناخته است. اما این تفاوت ها نشان از تغییرات فصلی سیاره دارد. شاید جالب باشه اگر بدونید اکنون در شمال زحل پایان فصل تابستان است و نیمکره جنوبی در اواخر زمستانی سرد به سر می برد و احتمالاً شفق های قطبی که در این سیاره هم پدیدار می شوند. ولی با این همه این تازه شروع کار تلسکوپ وب است. بدون شک تا رسیدن به حوایق بیشتر از زحل و باقی سیارات منظومه شمسی راهی دراز در پیش است.